خب حالا من میخوام در مورد آقای محمد سالارمند صحبت کنم و شما محمد سالارمند رو در تصویر میبینید. قدش 1.75 سانتی متر، وزن حال حاضر 60 کیلوگرم، رکوردی که گفتم 6 پیروزی و 3 شکست داره. یکی از فایترهای با تجربه سازمان هستش، البته سمت اجرایی هم در سازمان ما داره، ایشون مچ میکر سازمان هم هستند و حریف ایشون آقای مرتضی طاهرخانی، اگه در تصویر ببینید الان ایشون رو هم، آقای مرتضی طاهرخانی لقبش هست تات بوی، فکر میکنم از مردم تات زبان هستن، از شهر تاکستان قزوین، قدش 1.75 سانتی متر، وزن ایشون هم 60 کیلوگرم و یک پیروزی و یک شکست هم در کارنامه داره و از فایترهای خیلی خوب ایرانی هم هست، چون استرایکر خیلی خوبیه. آقای سالارمند هم استرایکر هستن. میخوام دعوت کنم از آقای محمد سالارمند وارد کیج بشن. آقای محمد سالارمند وارد کیج خواهند شد. و دعوت میکنم از حریف ایشون آقای مرتضی طاهرخانی که ایشون وارد کیج بشن. دومین مسابقه از مین کارد پهلوان تو تشویق نکردیم نه؟ معرفی میکنم گوشه آبی کیج، قد 1.75 سانتی متر، وزن 61 کیلوگرم، رکورد 6 پیروزی 3 شکست، لقب ویلد وولف محمد سالارمند. حریف ایشون یک متر و 75 سانتی متر، وزن 61 کیلوگرم، رکورد 1 پیروزی 1 شکست، لقب تات بای مرتضی طاهرخانی. داور مسابقه آقای کاوه کاویان. خب دومین مبارزه از مین کارد
پهلوان دو بین محمد سالاروان و مرتضی تارخانی هستش که محمد سالاروان با قد 1.75 متر در دسته وزنی 61 کیلوگرم خروس وزن در مقابل مرتضی تارخانی که مرتضی هم با قد 1.75 متر هستش. محمد سالاروان با رکورد 6 برد 3 باخت در مقابل مرتضی که با رکورد 1-0 هستش. باید ببینیم چه اتفاق میفته. گرگ سفید در مقابل مرتضی تارخانی. با درود مجدد خدمت بینندگان عزیز، دو فایتر همو ارزیابی میکنن. محمد یک لوکیک سنگین رو اجرا میکنه در ابتدای کار به داخل پای حریف. نگاه میکنن چش تو چشم هم دیگه، هر دو با دست چپ. حالا میره برای زیرگیری، بازی به روی زمین کشیده میشه. تو ساید حریف قرار میگیره محمد سالاروان. محمد سالاروان کنترل میکنه به خوبی، ساید رو کنترل میکنه. گرو گرفته مرتضی. مرتضی هم سعی داره در حالت تدافعی بتونه محمد رو از کار بندازه. سالاروان به دور مرتضی میپیچه، ضربات آرنج رو وارد میکنه، قصر مرتضی رو ضعیف‌تر کنه و بهش آسیب بزنه. هنوز گردنش رو گرفته و دیگه ضربه البو از بالا. تارخانی میخواد سالاروان رو به کلوزگارد رو بره، اما سالاروان با جابجایی زیاد اونو کنترل میکنه. همینجور ضربه های البو پی در پی، ضربات خوبی رو داره پشت سر هم میزنه و باعث میشه که باعث عدم توانایی مرتضی طاهری بشه. مرتضی طاهری گردن سالاروان رو گرفته، قصر شیریم کنه. حالا محمد سالاروان رو مات، ضربات خودش رو پشت سر هم وارد میکنه. ببینیم میتونه ناک اوت کنه. مستقیم ضربات رو پشت سر هم وارد میکنه. مرتضی تارخانی هم با دستای خودش قصد داره که محمد رو دور کنه، ولی خب محمد سالاروان پشت میکنه و به نظر میره برای تکنیک آرنسی. ببینیم نه فایت رو با یک ساب میشن به اتمام میرسونه یا با ضربات مشت. خب به راحتی الان توی بک قرار گرفته، میره برای ریر نیک چوک. حالا داور داره تماشا میکنه، ببینیم تپ میکنه یا داور هنوز تسلیم نشده. هنوز تسلیم نشده، هنوز تسلیم نشده. تعامل میکنه مرتضی تارخانی به خوبی میشه. از اون وضعیت بیرون میاد مرتضی تارخانی. حالا محمد سالاروان تارخانی رو توی کلوزگارد خودش میندازه، کنترل میکنه، کنترل میکنه دستاشو. چند ضربات آرنج پشت سر هم از مرتضی تارخانی، ضربات مشت پیاپی، البو البو البو، مشت مشت. محمد سالاروان قصد داره بره برای ست کردن یه ساب میشن که تارخانی بازی رو دوست داره تو استنداپ ادامه بده و به سرعت از موقعیتی که بود خارج میشه. حالا هر دو مجدد در مقابل همدیگه قرار میگیرن. باید ببینیم مبارزه به سود مرتضی طاهری تات بوی یا گرگ سفید سازمان پهلوان. دو فایتر درون خاک رفتن، بدنشون دوچار اسپاس شده. مسلماً سعی میکنن الان بدنشون ریکاوری بشه، دارن نفس میگیرن. یه ضربه کروس دست عقب از محمد سالاروان. یک مقدار خب از نظر کاردیو یه ضربه داخل پا پای عقب توی نوسان هستن هر دو، ضرباتی رو نشون میدن. همچنان روبروی همدیگه ایستادن.
در راند اول هستیم. لحظاتی بازیو توی گرپلینگ دیدیم که فوق العاده جذاب بود. بعد ببینیم در ادامه مبارزه چه اتفاق میفته. با توجه به اینکه محمد سالاروند تو بک‌گراند کشی و گرپلینگ تو اکثر فایتاش موفق بوده و یه ضربه داخل پا از توارخانی. حالا یه ضربه سنگین. چپ خوب ضربه بود. خوب نشست. ضربه خوبی. توارخانی دوباره اشاره میکنه که دوباره بزن. و یه جوری کری میخونه واسه محمد سالاروند. حالا زد و خورد خوبی مجدد پیش اومد. پایان راند اول. پایان راند اول. دو فایتر به گوشه قفس میرن برای استراحت. الان بین محمد سالاروند و مرتضی طارخانی. خب رانده اول و مهدی به نظرت چه کسی تونست رو ادوانتج به پایان ببره و برتری نصیب چه کسی بود به نظرت؟ در راند اول که محمد سالاروند با یه تکتان بسیار عالی و کنترل در خاک تونست در امتیاز پیشی بگیره و در آخر راند چند ضربه هوک سنگین و تاثیرگذار، مهم تاثیرگذار بودنش هست. من به نظرم محمد سالاروند در راند اول برتری داشت نسبت به حریفش. عالی بود. خب نزدیکتر میشن به هم، ببینیم تو چه زد و خورد. استرایک توی گرپلینگ کجا میتونه. حالا ضربه عالی عالی از محمد سالاروند. محمد سالاروند یه فینت کار و گول زننده خیلی خوبه. پایینش میده و بالا رو میزنه. خیلی خوب بود. خوبی است. عالی بود. واو. تمام نکوت. تمام. عالی بود. عالی بود. چه ضربه زیبایی. سالاروند وایت بول. تمام شد. یه ضربه زیبا و کاری فوق العاده بود مهدی. عالی بود. عالی. الان حریفش خدا رو شکر مثل که اتفاق خاصی براش نیفتاده. آسیب جدی ندیده باشه ان شاء الله. شکر. همینطوره که شما میدید. آهنگ بذار لطفا. ببینید گرگ سیاه چه کار کرد. واقعا سیاه بود و الان آهنگ گرستان و بختیاری با لباس بختیاری بسیار زیبا، نمایش بسیار زیبایی. عملکرد خیلی خوبی داشت تو گفتی محمد سالاروند و الان در حال اخلاقی همیشه گیر. بله. اخلاقی خیلی از فایتر هست که ایگار نمی کنم، ولی محمد سالاروند یک فایتر بسیار با اخلاقه. TKO Punch محمد ویلدوولف سالاروند. دستشو بالا میبره به عنوان برنده. این لباس افتخارمه. این لباس افتخارمه. من هر وقت این لباس رو میپوشم کانرم جلوم باشه شکست میخوره. افتخارم بختیاریه. خب پیش بینی میکردی فایتت همینجوری تموم بشه یا برنامه دیگه داشتی؟ پلن دیگه داشتی برای این بازی؟ من تو وزنش 57 کیلو فایت میکنم. خب متاسفانه حریف واسم پیدا نشد. یه وزن اومدم بالاتر. این اولین حرکت من تو این وزن 61 کیلو. بهترین های 60 کیلو مواظب خودشون باشن.
چون اینجا قلم رو منه. تشویقش کنید، میریم با فایت بعدی بر